چشمان تو را غباری از خواب گرفت، درد آمد و از دست دلم تاب گرفت. این بود پس از تو کار چشمم ای دوست، یک عمر نشست و آب را قاب گرفت. درود بر شما. یک رباعی فوق‌العاده زیبا از قیصر امین‌پور. آب را قاب گرفتن، یک عمر گریه کردن، خیلی تعبیر شاعرانه است. میخوام یک شعر بخونم براتون، یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی، شعر موضوعی، شعر فصلی، چون هر فصلی زیبایی‌های خودش رو داره و شعرهای خوبی در توصیف فصلها سروده شده در بین قدما، بزرگان شعرمون و بین معاصرین. وقتی فصل دلانگیز پاییز به ذهن آدم میاد، جدا از مزامین و معانی تمثیلی که از پاییز دریافت میشه که دیگه به فصل محدود نمیشه، خود فصل چند تا شعر در حافظه آدم یک دفعه گل میکنه. قطعا یکیش برای کسانی که با شعر فارسی آشنا هستن، خزانیه منوچهر دامغانیه، خیزید و خزاری که انگام خزان است. و یکی دیگر از اون شعرها به ادبیات معاصر برمیگرده، شعر باغ من از اخوان ثالث، که تعبیر پادشاه فصل‌ها اصلا انگار برای به عنوان نام دوم پاییز رایج شد در بین اهل مطالعه. باغ من شعری است که در کتاب زمستان منتشر شد، در واقع آخرین شعر مجموعه زمستان بود که بعد از اون یه منظومه به نام شکار اخوان داره که الساق شد به زمستان. میخوام باغ من رو براتون بخونم با این توضیح که نگاه اخوان همه اون ویژگی های شعری اخوان رو داره، به خصوص از جهت مضمونی، ناامیدی و یأسی که بعد از یک دوره مهیج مبارزه و طبیعتاً بعد از یک سرکوب فاجعه آمیز، حالا به شکل کودتا باشه یا فرو نشستن حرکت های اجتماعی، در اخوان ایجاد شد. و این رو هم باز یادآوری کنم که ناامیدی اخوان از جنس حرکته، یعنی شما وقتی با ناامیدی اخوان روبرو میشید، فرو خورده و بی تحرک نمیشید، اتفاقا تلنگر میخوره بهتون، ناامیده، یأسه، اما احساس میکنه که یه اتفاقی باید بیفته. شعر باغ من رو میخونم. از زبان باغی است که خشکه، نه به خاطر خشکیش چشم انتظار بهاره که بیاد سرسبزی بیاره براش، که تجربه های باغ میگه که هر وقت که سرسبزی بوده در ادامش خشکی رنجاورتر شده، نه مثلا مضامین اجتماعی. و توصیف جانانه ای که از پاییز استقنا، یعنی بی نیاز شدن از دیگران، در باغ ایجاد شده. البته اون زبان تاریخی اخوان همچنان در این شعر هم هست، زبان تاریخی که ویژگی های سبک خراسانی درش هست. بخونم براتون و لازم شد درباره بعضی تعابیرش با هم صحبت میکنیم. تاریخ شعر خرداد ماه 1335، دیگه در گیرودار اون یأس و سرخوردگی های اجتماعی. آسمانش را گرفته تنگ در آغوش، ابر با آن پوستین سرد نمناکش، باغ بیبرگی روز و شب تنهاست با سکوت پاک غمناکش. ساز او باران، سرودش باد، جامعش شولای اوریانی است، ور جزینش جامعی باید، بافته بس شعله زرتار پودش باد. گو بروید یا نروید، هر چه در هر جا که خواهد یا نمیخواهد، باغبان و رهگذاری نیست، باغ نومیدان چشم در راه بهاری نیست. گرز چشمش پرتو گرمی نمیتابد، ور به رویش برگ لبخندی نمیروید، باغ بیبرگی که میگوید که زیبا نیست، داستان از میوه های سر به گردون سای، اینک خفته در تابوت پست خاک میگوید. باغ بیبرگی خندش خونیست اشکامیز، جاودان بر اسب یال افشان زردش میچمد در آن، پادشاه فصل ها پاییز. بله، پادشاه فصل ها باغ بیبرگی،
که چشم در راه بهاری نیست و امیدوار به باغبان و رهگذاری هم نیست. در خودش کامل میشه، در خودش تمام میشه. باغبان سرسبزی باغ رو اضافه میکنه، باغی که دوست نداره نیازمند بهاری باشه که از قدومش احتمالاً به شادی برسه و از رفتنش قطعاً به رنج، اگرچه با خاطراتش زنده است. باغ بیبرگی اخوان جامعه‌ای است که حرارت و موجودیت و احساسات زیبا و پاک خودش رو به عنوان یک خاطره فرهنگی در وجود خودش مرور میکنه، ولی از آنچه که اتفاق میفته ناامیده. اتفاق اگر هم افتاده به جایی نرسیده که رویاها محقق بشن. تحولی که اتفاق افتاده به سمت هیچ بوده، به سمت پوچ بوده اگر اتفاق افتاده. نگاه اخوان یک نگاه تاریخیه به سرزمینی که مثل این باغ هر بار بهش نگاه میکنی خشکه، اگرچه تجربه های بهار داشته، اما همواره این پادشاه فصل ها در آن میچمد. بیبرگی و بیمیوهی، بر و برگی در این باغ نیست، چرا که همواره پادشاه فصل ها برای این باغ پاییز بوده. این نکته غم‌انگیزی در این اینکه یک تحلیل تاریخی درش هست. خب یه جایی با اصطلاحات تاریخی تر روبرو میشه، شولا رو به کار میبره، یا زر و زرتار پودش باد. تار و پود رو در دو تا ترکیب کنار هم میذاره. تار و پودی که در واقع برای تهیه پارچه استفاده میشه، نخهایی که بر هم عمود میشن، به هم میبافن، پیچیده میشن در هم و پارچه رو درست میکنن. نخهای درازی پارچه رو تار میگن، نخهای پهنای پارچه رو پود میگن. حالا این تار و پود با دو کلمه زر و باد همراه میشه، یعنی ترکیب درست میکنه. زر که واژه ستایش انگیزی برای زردی خزان هست، چون باغ در فصل پاییز زرد میشه، اما زردی رنگ طلا هم هست و اون رو میپسنده، میپذیره. انگار این باغ باغ بیبرگی است، باغ میوه نیست که همواره به میوه هاش دل ببنده، به زردی خزانش دل میبنده. برای همون زردی رو با کلمه زر که تحسین انگیز قیمتی هست بیان میکنه. و از اون ور باد. یاد یک شعری از نادرپور افتادم که یک دفعه با هم حتما خواهیم خوندش، فالگیر، که باد انگار نقش اول باغ خزانی رو بازی میکنه. باد میاد و برگ‌های زر رو به زمین میریزه. باد میاد و آن قسمت‌هایی که شایسته ماندن بر درخت نیستن برای پاییز از درخت جدا میکنه. برگی که از درخت جدا میشه به یک تلنگر در واقع وابسته است و باد این کار رو میکنه، باد خزانی. که منوچهری گفته بود که خیزید و خزارید که انگام خزان است، باد خنک از جانب خوارزم وزان است. این باد میاد که درخت رو، باغ رو لخت کنه، اوریان کنه، که اینجا اخوان گفته بود جامعه این باغ من شولای اوریانی است. شولا بالاپوشی است که روی بقیه لباس ها مینداختن، مثل شنل مثلا. شولای اوریانی پارادوکسه. پارادوکس یعنی که دو کلمه‌ای که عقل نمیپذیره با هم باشن کنار هم قرار بگیرن. مثل خود اخوان میگه که از تهی سرشار جویبار لحظه ها جاری است. نمیشه هم سرشار باشه یعنی پر باشه، هم تهی باشه یعنی خالی باشه. مثل فریاد سکوت، سکوت و فریاد یه جا قرار نمیگیرن. اینا میگن پارادوکس. مولانا میگه این چون این ساکن روان که منم. ساکن روان نمیتونه باشه، یا باید ساکن باشه یا روان. حالا شولای اوریانی هم شولا پوششه، لباسه، و اوریانی یعنی بی لباس بودن. شولای اوریانی پارادوکس جذاب و غم‌انگیزی که در این شعر اتفاق افتاده. و از صورت خنده باغ بیبرگی خونیست اشکامیز. اینجا هم پارادوکسه، خنده‌ای که اشکامیز است یعنی گریه است.
غم‌انگیزه، اما خب متناسب با پاییز که درونگرا میکنه آدم رو، فصلش این کارو میکنه. و از طرف دیگر شعری که در بحبوحه سرخوردگی های اجتماعی سروده شده، یک درجه از اندوه درش هست، حتما درجه از یأس درش هست، اما آدم مبارزه، آدم اعتراض، آدم مسائل اجتماعی، حتی وقتی از اندوهان و یأسش صحبت میکنه، رویاهاشو یادآوری میکنه. و رویاهای اخوان نوریه که در دل تاریکی شعر اخوان همچنان میدرخشه. و ما شعر اخوان رو میخونیم نه برای اینکه بشینیم قصه بخوریم، شعر اخوان رو به تصور یک شعر معترض میخونیم و انرژی و توان حرکت بهمون میده. واقعا من یکی از بهترین شعرهای اخوان و شعرهایی است که درباره پاییز سروده شده.